به نام خداوند هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از هنر دوبله در خدمت شما هستیم. میهمان این هفته رو معرفی میکنم خدمتون، یکی از گویندگان توانا، مدیر دوبلاژی بسیار مقتدر و صدایی ماندگار، آقای اصغر افضلی. سلام عرض میکنم، خوش آمدید. منم خدمت شما جناب ممدوح سلام عرض میکنم، آرزو میکنم که خداوند به شما سلامتی بده و طول عمر زیاد و سایه شما بزرگان و دیگر عزیزان اثر این دوبله ما کم نشه. خیلی ممنون. و به هر حال من خوشحالم که الان در جوار شما هستم. اگر کلامی هست که من باید جواب بدم، من در خدمتون هستم. شما محبت داریم. آقای افسری، شما چی شد که گوینده فیلم شدید اصلا؟ والا راستش من خیلی جوان بودم که اومدم توی کار هنر اصولا، چون من در جوانی علاقه داشتم که برم افسر شهربانی بشم، یعنی تحصیلاتم که تموم شد برم توی شهربانی. می‌خواستین افسر بشیم؟ بله. ولی با دیدن یه نمایشنامه بود به نام پرنده آبی که در اون زمان گذاشته بودن، یه شب رفتم تئاتر، دیدم عاشق هنر شدم. همون شب که اومدم طرف خونه، جوان بودم، شاید مثلا 15 سالم بود، کلاس نمیدونم دوم متوسطه بودم، در همین حدودا بود، گفتم که من باید برم تو این کار هنری و عاشق هنر تئاتر شدم. که از فرداش من اقدام کردم و به وسیله که از عزیزانم که یکی از هنرمندان صاحب نام اون موقع آقای علی محزون بودش که در تئاتر تهران بازیگر بودن، به وسیله ایشون من معرفی شدم به تئاتر فردوسی. تئاتر فردوسی اون زمانم هنرمندای صاحب نام واقعا اونجا بازی میکردن و تئاتر فردوسی هم خیلی در سطح نامش در سطح بالا قرار داشت. من اونجا معرفی شدم، رفتم، آقایی بود به نام آقای شیروانی که مدیر اونجا بودن و آقای شیروانی هم منو معرفی کردن به خدا بیامرز آقای مزدیوان فکری که کارگردان و اون زمان میگفتن رژیسور. بله، رژیسور تئاتر. رفتم اونجا و بعد آقای وحدت بود، آقای همت آزاد بود، آقای جهانگیر فروهر بود، منیره تسلیمی، مادر خانم سوسن تسلیمی بود، خانم پرخیده بودن، تمام بزرگای واقعا تئاتر همه اونجا جمع بودن. من معرفی کردن و ما هم رفتیم اونجا و کم کم دیگه اخ شدم به تئاتر. بعد که دو تا از دوستانی هم بودن که بعدن اومدن، آقای خدا بیامرز، آقای هوشنگ مرادی و علی غلام حسینی که اینا اومدن تو دوبلان بعدن، اینا به من گفتن که اگر تو میخوای ما با تو دوست بشیم و اینجا جواب سلام تو بدیم، تو باید هر شب یه ساندویچ به ماها بدی تا با تو رفیق بشیم و راه بهت بدیم که بیای بازی بکنی، بله برات میزنیم. گفتم خب حالا غیر از اینا من ساندویچ که قابل شما رو نداره، من ساندویچ میدم، منم یه بچه موثرم ولی عاشق این کارم. حالا به هر حال شما محبت میکنین که منو به دوستی خودتون قبول بکنین. بله. بعد ما اینجوری ما وارد تئاتر شدیم و بعد فردا سر تمرین و آقای مزدوان به من گفتن که آقای افضلی شما فردا سر تمرین بیا. گفتم چشم. رفتم یه تستی میگرفت از آقای مرادی و از اون آقای غلام حسین که رول یک شیطان بود، پیس به نام فرشته نجات بود و یه شیطان بود که از اول تا آخر این بازی میکرد و خیلی حرکات این بالرینا حرکات داشت و دیالوگ و فلانه. ما همجوری نشسته بودیم، اینا تمرین میکردن، میگفت اینا مثلا اجرا میکردن، دیالوگایی که میگفت که اونا بگن و بازی بکنن، من همه اینا رو حفظ کردم. بعد گفت بشین. بعد گفت آقای افضلی شما بلند شو ببینم. ما بلند شدیم، گفت اینا که من میگم شما ببین. گفتم من همه رو حفظم آقای مزدیوان. گفت چطور حفظین؟ این یعنی یه صفحه مثلا گفتار اینا. گفتم من حفظ کردم دیگه.
وایستادم و بنا کردم بازی کردم، مثل یعنی مثلا من 20 سال تو کار تئاترم بدون اینکه از دیگری خجالت بکشم و کارم انجام دادم و برای اولین بار رول اول یک نمایشنامه رو در بدو ورود در تئاتر بازی کردم. من آفرین. اون رول فرست که رول مبکتره، یکیش زودتر تموم میشه، ولی معمولا یه فیلم سینمایی رو ما تو یک روز تموم میکنیم. خانواده ناراحت نمیشن این مدت شما اینجا سپری میشه؟ فکر کنم بیشتر ساعت عمرتون رو اینجا شما سپری کردید. دقیقا، ما همکارامون رو بیشتر از خانوادهمون میبینیم. خانواده‌مون هم دیگه عادت کردن به ما، دیگه میدونن چه ساعتی از خونه میریم بیرون. ساعت کاریش هم هیچ وقت نمیگیم کی برمیگردیم، چون مشخص نیست. کارمند اداره نیستیم که بگیم آقا دو بعد از ظهر تعطیل میشیم. احیانا خانممون برگرده بگه طالب از دو به بعد کجا بودی، این حرفا رو نمیزنیم. میدونه کارمون کی تموم میشه و چقدر طول میکشه. آشنایی کامل داره. درسته. چقدر به کارتون عشق میورزی؟ عشق میورزی رو نگیم، عشق فقط. کار ما فقط عشقه. اگر عشق نبود من الان اینجا با نستاده بودم. من زمانی که اومدم تو کار دوبلش، باور کنین اصلا فقط همون عشقه بود، اصلا به پولش فکر نمی کردم. اینقدر این کارم رو دوست داشتم و وقتی اومدم توش احساس کردم که میتونم این کار رو انجام بدم، انجام دادم، که الان نزدیک 50 ساله دیگه. دوبلش سخته یا نه؟ هر کاری سخته. هر کاری به هر حال یه مقدار تمرین میخواد، یه مقدار باید تجربه توش پیدا کنی. کار ما بیشتر کار عملیه، کار تئوری نیستش که یه چیزی رو بنویسن بدن دست من، من شب برم خونه حفظ کنم، صبح بیام جواب بدم. کسانی که میان تو این کار بیشتر تو اتاقای ضبط هستن. از تو اتاق ضبط کار ما شروع میشه، از همونجا کلاس، از همون اتاق ضبط، و به این شکل کار کردیم همیشه. خاطره خوبی هم دارید برامون تعریف کنی؟ دریق از ما نداشتید. بالا خاطر قشنگ برامون تعریف. بالا خاطر قشنگ که چجوری بهتون بگم، اولین فیلمی که حرف زدم یادمه که یک جمله گفته بودم، بعد رفتم تو سینما با یکی از دوستان که بهش بگم که من تو کار دوبلاژ هستم. بعد رفتیم تو سینما نشستیم. شما فکر کنید که یک فیلم 2 ساعته من اون دوستم رو نشوندم تا اینکه بهش بگم که من جای کی حرف زدم. ولی چون یه جمله خیلی کوتاه بود، فیلم میومد تا میگفتم که این جمله رو من گفتم تموم میشد. 3 سانس نشستم تا این جمله رو بهش گفتم که من کجا گفتم و اون جمله رو نشون دادم که من تو این فیلم حرف زدم. همین موفق شدید دیگه بالاخره. بله موفق شدیم. بعد از 3 سانس که فیلم رو دیدیم موفق شدم بهش بگم که من جای این مثلا جای این سربازه مثلا من حرف زدم. الحمدلله. بهترین آرزوتون چیه؟ بهترین آرزوم سلامتی همه همکاران، سلامتی خانواده و سلامتی همه مردم که اینقدر به ما لطف دارن و اینقدر کار دوبلاژ رو دوست دارن. خب این لطفا رو میبینی چه احساسی بهتون دست میده؟ چقدر افتخار میکنید به کارتون؟ باور کنین اصلا مسئله پول رو فراموش میکنین. وقتی مردم اینقدر علاقه نشون میدن، اینقدر لطف دارن به من، من همه چی رو یادم میره. اینقدر برام ارزش داره. وقتی مثلا احیانا یک نقش رو صحبت کردیم، یه آقای مثلا تو خیابونی باشه، مهمونی باشه، جایی باشه، مثلا برمیگرده میگه که چقدر این نقشه رو مثلا خوب گفتی، باور کنید تمام خستگیمون در میره. خیلی متشکرم. باور کنید وقتی صحبت میکنید آرامش کل وجود آدمو میگیره، فرا میگیره و باور کنید یاد خاطرات گذشته میاد. خیلی متشکرم از اینکه وقت عزیزتون رو خواهش میکنم. با توجه به اینکه گرفتارم هستید، ما همیشه در خدمت هستیم و الانم که شما تشریف آوردین اینجا افتخار به ما دادین و منم افتخار میکنم که باهاتون حرف زدم. ان شاء الله همیشه سلامت بشید، همیشه سرزنده باشید. ان شاء الله که شما موفق باشید. متشکرم. دو تا از 3 تا بد نیست. لعنتی، گفتم که باید اون کله رو آویزون می‌کردیم و به زور میآوردیمش. درباره چی حرف میزنی ولیس؟ پس بهتره گوش کنی. اون میتونست 65 خانواده باشه. خودم میدونم ولیس. دارم مینویسم که اینا هم رفتن. نمیشه. اگه دولت بیاد همه چیزو کنترل کنه، آقای استالینگو با کله اون گوز پیدا کنه، دخلمون اومده. اولین فیلم کارتون که اصلا گوریلنگوری بود، با یادش بخیر آقای ماهرو گوینده میکردیم. برای کدوم شبکه؟ برای شبکه 1 بودش. بعد اون موقع فیلم 16 هم بودش، این گوریلنگوری. اول انقلاب بود که ما اینو کار کردیم و
بعد این فیلم آقای قطعی هم دوبله می‌کردن بله. بعد این فیلم خیلی گل کرد، یعنی محبوب بچه‌ها شد. بعدش دیگه کم کم گفتم خب این شادی آفرینه برای بچه‌ها، بچه‌ها هم دوست دارن و من یه مقدار از وقتم برای فیلم‌های کارتون بذارم. که بعد اومدم دیگه خیلی از فیلم‌ها بودش که اون کارگاه گجت بود که خودم هم سرپرستی کارو داشتم و هم گویندگی کارگاه گجت رو می‌کردم. بعدم اون استاد ادر نجار بودش که جناب افشار کار می‌کردن، از من دعوت کردن که رفتم جای بروجک حرف زدم که اونم گل کرد، اونم خیلی برای بچه ها محبوب شد و علاقمندای زیادی پیدا کرد. اینم از اتاقمون بروجک. اونم که اتاق نازی. وای چقدر چمن، چقدر قشنگ رنگ سبز چمن. آره. چقدر قشنگه، واقعا قشنگه. درخت رنگ و رنگه، چه شاهدم شدیم. تختش هم خیلی خوبه بروجک، خیلی جالب. پس تخت من کو، تخت خواب من کو، پس من کجا بخوابم؟ دست بردار بروجک، چمدونو بعدن خالی میکنی. ولی اگه چمدونو باز نکنی تخت من چی؟ من میخوام تخت خوابمو در بیارم. تخت خواب تو بسیار خوب، بسیار خوب. من با یه دیگه خوبه که تخت خواب کوچیکم بیارم. آن برات درش میارم. خوبه بگیرم جلوی پنجره روی تاخچه. یا بهتره بگیرم رو گنجه. نه نه نه، بهتره بگیرم کنار باغچه. اول نه اونجا خیس میشم سرما میخورم. نه میگیرم اینجا، میگیرم اینجا. آره میگیرم اینجا. بیار 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 میگیریم رو گالیچه. آه، گفتی میذاری رو غالیچه؟ آره آره، پیش گلا روی سبزه ها دنیا قشنگه. اگه رو گلا خانم صاحب خونه یه تخت خواب عروسکی ببینه خیلی تعجب میکنه. آره ممکنه یه کمی تعجب کنه. بس جود اون کمی دونه از اینجا برد جود باش دیگه جود چون کمی دونه برد یار بابا جود دیگه گیر میکنه. چطور دوباره قفلش کنم؟ حالا درست شد. حالا تخت خواب منو بگیر اینجا. اونجا کجه؟ اگه برم بیشتر میخورم یه کفایی. الان برات میذارمش اینجا. بیا. خوب شد. آفرین. اینم از این. دیگه تموم شد. خیلی پشت شیشه یه باغ پیداد. باغی که سبزه. باغی که زیباد. شکلاتی رنگ، نارنجی رنگ. من شکلات همون میخوام. الان یه شکلات بهت میدم. نه نه. سب کن برو جک. گفتم یه شکلات دیگه بهت میدم. من شکلات خودم میخوام. شکلات خودم. برو جک. تو به من قول دادی که اذیت نکنی. واقعا این کار من دوست دارم، یعنی واقعا عشق می‌ورزم بهش. و اگر حتی یک ساعت از این محیط دور میشم، عزیزانم رو نمیبینم، از این کاری که دارم میکنم دورم، مثل این که خون در بدن من منجمد میشه، مثل یه آدم مرده میشم و دلم میخواد که حرکت بکنم و یک کاری باشه، ارزنده باشه که باز ما یک کار خاطر انگیز و یادگار از خودمون باقی بذاریم. و یادم میاد اون زمان ها که با خدا بیامرزه با آقای مقبلی کار میکردیم که واقعا جاش در دوبله ما خالیه، چون یک هنرمند واقعی بود. یادم ما یه دفعه با همدیگه قهر کردیم، خدا بیامرزه بهش، قهر نبودیم، همینطور به شوخی حرف نمی زدیم. به من تلفن کردش که من یه فیلمی دارم، لوی دوفونس بازی کرده، بورویل هم بازی کرده، تو باید به یه جای بورویل حرف بزنی. گفتم من با تو کار نمی کنم. گفتش که با من کار میکنی، پدرت هم در میارن، فردام توی استودیو منتظرتم. رولیه که تو باید بگی، هیچ کس هم جز تو نمیتونه بگه، رول مال خودته، منم عزت مقبلیم، باید بیای بگی. من خندم گرفت پای تلفن، گفتم باشه عزت جان، میام با کمال میل میام. که رفتیم اون کار رو انجام دادیم و یه کار بسیار بسیار جاودانه و قشنگ شد اون فیلم. علاز دوبله واقعا اونم برای تلویزیون بود؟ اونو نه، ما برای سینما کار میکردیم که الان چندین بار تلویزیون نشون داد اونو. حالا مقبلی درسته که نیست، در کنار ما نیستش، یا خیلی از بچه های عزیزان دیگه مون که رفتن، آقای عباسی، آقای نارنجی ها، آقای ناظریان، اینا گلایی بودن که واقعا
افتخار دوپله بودن و واقعا جاشون خالیه و هر کدوم اینا که رفتم، خانم ژاله کاظمی واقعا چی بگم، فقط باید تأسف خورد براشون اینا که اینا دیگه نیومد، دومی نیومده برای اینا، برای آقای مقبل نیومد، برای خانم ژاله نیومده، برای آقای عباسی نیومده، برای آقای نارنجی نیومده، برای آقای ناظریان همینجور. اون آقای آژیر بود کارای کارتون میکرد، واقعا کارش با ارزش بود. دیگه مادری مثل اینا بچه به دنیا نیورد که یه همچین هنری داشته باشن، که واقعا یک باشن. دیگه دومی نداشته اینا. زرگامی خیلی محبت کرد برای بچه های ما، الان برای پیشکسوت ها مثلا یه چند نفری که الان بودن که شاید بقیه هم باشن، به حالت بازنشستگی یک مبلغ به عنوان سپاس بهشون میدن که این واقعا جای تشکر داره و من از سعی قلبم از آقای زرگامی ممنونم، چون تا اونجا که من میدونم مردیه که واقعا به هنر علاقه‌منده، به هنرمند واقعا احترام میذاره و تمام اون که کسانی که دست اندر کار این کار هستن. حالا ممکنه نیاد اینجا بگه به فیلم بردار، به صدا بر بگه خسته نباشید، ولی از ته قلبش میدونه که تمام اینا دست به دست میدن که یه فیلم میره روی آنتن. اگر اینا نباشن فیلمی وجود نداره، اگر گوینده هم نباشه فیلمی وجود نداره، همه چیز دست به دست هم میده، حالا کوچیک و بزرگ با هم دیگه کمک میکنن و یه کاری رو میرسن به آنتن. و ما آرزو میکنیم که یه مقدار بیشتر به این کار ما بها بدن، پوهم بدن آقای مندو، و این چند سبایی هم که بچه ها هستن اینو من با تمام جرأتم میگم که الان اگر دوبله پابرجاست از صدقه سر 10 تا گوینده قدیمیه. بله. و تمام مردم ایران به عشق این گوینده میشن، حتی مزخرف ترین فیلم به عشق صدای آقای ممدو مثلا، یا آقای والیزاده، یا آقای اسماعیلی، یا آقای خسروشاهی، اون فیلم رو تا آخر تحمل میکنن میبینن، چون صدای ایناست. اینا الماسای این کار هستن، اینا خیلی ارزش دارن. بله، اینا گنجینه های هنر. بله. دیگه آدم حوصله شوخی براش میمونه. به من میگی که یه چشممو از دست دادم دفعه اولته که میری جنگ؟ آره دفعه اولمه، ولی امیدوارم دفعه اول آخرم نباشه. جرات داشته باش. خدا کنه شمالیا به محض دیدن ما فلنگو ببندن. خیال بی خودی نکن، فرار نمیکنن. شمالیا براتون تله درست کردن، اون نامرسون یه جاسوس بود. تو از کجا میدونی؟ ها؟ های های، تو کجا قایم شدی؟ کدوم گورستونی رفتی؟ کجایی؟ کدوم سلاحی هستی؟ من اینجام. های، کی بود؟ کی بود؟ من؟ آقا تو کی هستی؟ جلوت بستدم، من یک کوری. جلوی من کسی نیست، فقط یه عصب بایستدی. آره درسته. کلم سود کشید، عصبه داره حرف میزنه. آقای عصبی تربیت، ما که هنوز به هم معرفی نشدیم، آدم معاشرت یاد بگیر. آقای عصب داره حرف میزنه. آره حالا میتونی به من بگی چیرو؟ چیرو؟ آره چیرو اسم منه. ولی آخه چرا اونا به من نگفتن که اینجا یه آقای عصب هست که حرف میزنه؟
وقت شما حساب بکن که آقای اسماعیلی الان میاد گویندگی میکنه، سه بار تمرین میکنه، وقتی که اون ارزش کارشو بعد از ضبط میبینی. من پریروز یه کاری بود از آقای اسماعیلی دیدم، باور کن تو اتاق فرمون اشکم سرازیر شد و سرم بردم رو به خدا، گفتم خدایا به این اسماعیلی ما عمر جاودانه بده که وجود چقدر ارزه. هنوزه که هنوزه وقتی پشت میکروفون حرف میزنه واقعا لذت میبره موشنونده و اون شخصیت که میذاره رو اون حرف میزنه. همه یه صدا نیستن که، ما یه صدا داریم جای همه حرف میزنیم. تماشاگرم خسته میشه ولی اون بزرگانی که هستن هر شخصیتی رو با یک صدا حرف میزنن. و اینی که انشالله امیدواریم که این کمبودا، این ناراحتی ها، این مشکلاتی که هستش یه مقدار حل بشه، درست بشه. و این چند سبایی هم که ما زنده هستیم آقای ممدو، ببینیم با چشم خودمون که دوبله روی پای خودش هست و استوار و محکم و میدرخشه. ببینم ما تو این قلعه کسی به اسم چیرو داریم؟ بله الانم داره غذاشو میخوری. چیرشو؟ نه داره کاه میخوری. کاه میخوره؟ آره تو استبل داره کاه میخوری. مگه اون مهمور استبله؟ نه 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 اون یه حیوونه. چیه؟ اون یه حیوونه، یه اسبه. وای یه اسبه؟ اون یه اسبه. اون یه؟ اون یه اسبه، اسبیه که وقتی میخواد حرف بزنه میگه و اونم جریان از یه مادیون خوشگل، ماده‌ای که جاسوس شمالیاس شنیده. آخه میدونید اون مادیونه که جاسوس شمالیاس قاتل‌خواه این اسبه. فقط خوشحالی من اینه که ما درست تصویر نداریم دیگه. اگه هر کاری که بکنیم دیگه با اون صداست دیگه، حالا چند شخصیت رو با چند صدای مختلف بگیم و گویندگی بکنیم و اینا، ولی چهره نداریم. حالا گاهی عزیزانی محبت میکنن و یه مصاحبه ترتیب میدن و چهره شناخته شده است، ولی خب مردم اینقدر عاشق این بچه ها هستن که احتیاج به تصویر ندارن، همه رو اصلا به نام میشناسن. یعنی حرف بزنین میدونن که مثلا خب حالا آقای ممدو صداش یکه، کریستاله، اگرم تصویرش نشون بدن که دیگه هیچی. شما هر جا بری حرف بزنید در درجه اول اگه چهره نشون بدین میگن شما آقای ممدو نیستین، آقای گوینده نیستین، موضوعتون شما اونجا میگیرین. اون محبت این تماشاگرای ما هست که من خیلی ازشون سپاسگزارم و خداوند حفظشون بکنه. خسته نباشید، محبت کردین. ممنون. به برنامه هنر دوبله رونق دادین. خیلی محبت کردین آقای افسری. انشالله که همیشه زندگی به کامیتون باشه. امیدوارم که سرتون رو درد نیه برده باشه. بسیار لذت بردین. خدا خب ما باید وقتی یه همچین چیزایی هست میگن که خب آقا از بد و شروع کار بگو چی هست چی نیست. این مقدار تکرار مکررات هست. بله. دوبلرم خواهی نخواهی بیشتر عزیزان دیدن پشت صحنه‌شو، آشنایی دارن، ولی بازم این مردم راغبن، دوست دارن که چیکار کنن ببینن. بله. چون این کار خیلی دوست دارم. و این برنامه هم برای همون هاست. بله. از شما ممنونم که منو دعوت کردید. ممنون از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. قربونتون برم. من که وظیفه‌ام بوده بود. محبت کردید. یه فرد کوچولویی هستم تو دوبله. خیلی شما من. خیلی هم بزرگین. خواهش می‌کنم. و برای همه ما عزیز. خواهش می‌کنم. مرسی. خب عزیزان بیننده، برنامه ما در همین جا به پایان رسید. ایام خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.